تبریز میخواهد حاکمیت به دست ملت باشد، تمام ایران. فعلا با زبان حال خود این تقاضا را مینماید. هرگاه تهران از قبول این نظریه سرپیچی کند، ما با اصول رادیکالیسم ایران را تجدید بنا خواهیم نمود. ما میگوییم حاکمیت دموکراسی باید در سراسر ایران جاری باشد. اهالی ایالات و ولایات باید رأی خود را آزادانه اظهار دارند. برای مدافع این حق آخرین مرحله مردن است و مردن در این راه را ما بر زندگی بیشرمانه ترجیح می دهیم. 16 فروردین 1299 سالروز قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز، قیامی که 14 سال پس از پیروزی انقلاب مشروطیت برای دفاع از آزادی و استقلال مردم ایران به پا شد. نگاهی داریم به این جنبش و زندگی سردارش محمد خیابانی. محمد خیابانی در سال 1259 شمسی برابر با 1297 قمری در خامنه در نزدیکی تبریز متولد شد. وی پس از فراگیری علوم مقدماتی مدتی به تدریس پرداخت، اما شور آزادی خواهی او را از دایره آخوندها گریزان و به مبارزه برای آزادی کشاند و در صفوف مقدم جنبش تبریز در میان مجاهدان مشروطه جنگید. زندگی شیخ محمد خیابانی پس از پیروزی مشروطه در سال 1285 شمسی با تأسیس انجمن ایالتی در تبریز وارد مرحله تازه‌ای گردید و در جریان محاصره تبریز در دفاع از شهر نقش مهمی ایفا کرد. در زمان خیابانی اوضاع جهان اسلام و به ویژه ایران به خاطر دخالت‌های بیگانگان از جمله روسیه، انگلیس و آلمان بسیار آشفته و تأسف‌انگیز بود. پس از خلع محمد علی شاه از سلطنت، خیابانی در سن 30 سالگی به عنوان نماینده مردم تبریز راهی مجلس شورای ملی شد. خیابانی قهرمان در مجلس تسلیم و سازش دولت وقت در برابر دولت تزاری را مورد نکوهش قرار می‌دهد و با آن به مبارزه برمی‌خیزد. درایت و تیزهوشی شیخ محمد خیابانی مثال زدنی بود. سخنرانی شیخ محمد خیابانی در مورد اولتیماتوم معروف دولت روسیه تزاری به دولت ایران کم نظیر بود. دولت روسیه 48 ساعت برای اجرای آن ضرب العجل تعیین کرده بود. وسوق الدوله متن اولتیماتوم را روز جمعه 7 آذر ماه 1290 به مجلس آورده و تصویب آن را از نمایندگان متن خواسته بود. هنگام قرائت متن اولتیماتوم روسیه، سکوت وحشتناکی در مجلس مستولی می شود و نمایندگان در بهت و حیرت فرو می روند. ناگهان صدایی مصمم و دشمن شکن، سکوت مرگبار را می شکند و جو حاکم بر صحن عمارت بهارستان را تغییر می دهد. بعضی سوالاتی هست که جواب آنها از زمانهای بسیار قدیم داده شده و احتیاج به جواب مجددی ندارد، چنان که اگر از ملتی سوال شود که آیا حاضر هستی آزادی و استقلالت را از دست بدهی، مسلماً خواهد گفت هیچ قدرتی حق ندارد آزادی و استقلال مرا سلب کند. امیدوارم دولت روسیه اولتیماتوم ظالمانه خود را پس بگیرد و ملت ایران را از خود نیازارد. این نطق تاریخی دل و جرأت کمانندی به سایر نمایندگان بخشید. پس از آنکه عده‌ای از نمایندگان درباره زیانبار بودن آن سخنرانی کردند، اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان اولتیماتوم را رد کردند. مبارزه خیابانی و یارانش در مجلس دولت را ناگزیر می‌کند با توسل به زور سرنیزه مجلس را تعطیل کند. خیابانی پس از مدتی زندگی مخفی راهی تبریز می شود و پرچم مقاومت و تدارک قیام را در آنجا برمی افرازد. بعد از کنترل تبریز توسط خیابانی و یارانش، دولت مرکزی به دفعات می کوشد تا جنبش تبریز را سرکوب کند، اما هر بار در برابر مقاومت مردم به رهبری شیخ محمد خیابانی وادار به عقب نشینی می گردد، تا آنجا که عین الدوله والی مزدور آذربایجان مجبور به فرار به سمت تهران می شود.
این وضعیت 6 ماه ادامه می‌یابد تا اینکه سرانجام دولت مرکزی به قزاق‌های دولتی متوسل می‌شود. 16 فروردین 1299 اداره نظمی تبریز به منظور سرکوب و از میان برداشتن شیخ محمد خیابانی و یارانش پایگاه آنان را تحت محاصره قرار می‌دهد. مردم تبریز دست به اعتراضی می‌زنند که به زودی به یک جنبش عمومی تبدیل می‌شود. قیامی که تا شهریور همان سال شعله ور می‌ماند. و سرانجام در 23 شهریور 1299 خیابانی به دست یکی از سران قزاق به شهادت می‌رسد. او در آخرین دقایق حیاتش چنین خروشید: من کشته شدن را به تسلیم ترجیح می‌دهم. من پیش دشمن زانو نمی‌زنم. من فرزند انقلاب مشروطیت ایرانم. انقلاب خلق هرگز خاموش نخواهد ماند. در اینجا به فرازهای از سخنان تاریخی این مرد بزرگ توجه کنیم، کلماتی که از روح آزادی این سردار قهرمان خبر میده. خلقی که درباره استقلال به مبارزه برخواسته در درجه اول باید آمادگی برای مرگ را داشته باشد. ترس اساس آزادی ملت و بشریت را نابود میکند. برعکس، شجاعت و دلاوری این اساسها را پابرجا و مغلوب نشدنی میکند. ترحم به کسانی که حقوق خلق را غصب کرده خیانت به توده هاست. ما خواهان سعادت برای خلق آذربایجان و رهایی از سفالت و فلاکت برای ایران هستیم. شرط اول شرف ملت استقلال اوست. دو انسان هم مسلک مانند برادرند. با درود به روان پاک شیخ محمد خیابانی که در نظر داشت با اعاده حاکمیت ملی به ملت ایران و ایجاد تحول عمیق در افکار مردم آرمان‌های انقلاب مشروطیت رو تحقق ببخشه، بزرگداشت یاد او رو به پایان می‌بریم. خدا نگهدار.